با سلام و احترام، با سلام و احترام فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از طریق اتاق زوم و همچنین یوتیوب و رادیو بشریت به صورت زنده دنبال می‌کنند. جلسه ویژه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران رو امروز در تاریخ 24 نوامبر سال 2022 مصادف با 3 آذر ماه 1401 به وقت اروپا آغاز می‌کنیم. در ابتدا باید خدمت همه بزرگواران عرض کنم که جلسه به صورت هماندیشی و تریبون آزاد برگزار میشه که با مشارکت و همفکری تمامی شما عزیزانه. موضوع جلسه هم حق اعتراض و یا همون هنر اعتراضیه که با حضور مهمان ویژه‌مون جناب آقای دکتر سید مهدی موسوی این جلسه به پیش میره. این نکته رو عرض کنم که دیگر دوستانی که قصد مشارکت دارن لطفا زمان رو مد نظرشون قرار بدن تا بتونیم از نظرات تمامی دوستان بهره ببریم و بدون فوت وقت. من پیشتر این رو هم خدمتتون عرض بکنم، حالا دوستانی که شاید با آقای موسوی آشنایی نداشته باشن، من ویکی‌پدیا ایشون رو توی چت قرار میده که یه مطالعه داشته باشن که وقت دیگران گرفته نشه و بدون فوت وقت میرسیم خدمت جناب آقای موسوی با ایراد مقدمه از ایشون. بفرمایید آقای موسوی، در خدمتتون هستیم. سلام میدم خدمت شما و تمام دوستانی که در اتاق حاضر هستن و تمام کسانی که شنونده هایی که از طریق های دیگه میشنون برنامه رو یا میبینن برنامه رو بعداً به صورت غیر زنده. من اول بابت صدا عذرخواهی کنم، من بیماری کرونا گرفتم و میگم بیمار هستم، یه 2 هفته هست و ممکنه حتی وسط صحبتام سرفه کنم. عذر میخوام از دوستان و امیدوارم که بتونم امروز در خدمتتون باشم. دیگه فرمودید و موضوع برنامه رو فرمودن و چنین جمع خوبی رو دیدم، واقعا حیفم اومد با وجود بیماری در خدمتتون نباشم. حالا من خب مهدی موسوی هستم، گفتنی ها رو گفتید و تو این روزهایی که ما میگم روزهای خیلی هم خوب هم تلخ به هم آمیخته رو ایران تجربه میکنه، ترجیح میدم از خودم نگم، واقعا از ایران بگم. امروز بیشتر راجع به ایران، راجع به هنر اعتراضی، راجع به همراهی با انقلاب و نقش هنرمندان، راجع به تمام اینها صحبت کنم و اگر سوالی هم در پایان برنامه بود در خدمت باشم. در خدمتتون هستم آقای موسوی، شما بفرمایید. حالا دیگه بعد از اینکه صحبتتون رسید دیگه دوستان سوالاتشون رو مطرح. مرسی. من میگم حالا صحبت خیلی خاصی نداشتم واقعا، اینکه بخوام مثلا مبحثی رو باز کنم یا چون میگم این روزها خیلی ترجیح میدم که حتی کارگاهام رو به صورت نیمه تعطیل درآوردم، فقط یه جلسه آزاد شعرخونی و ترانه خونی و داستان خونی همگام با انقلاب ایران برگزار میکنم، چون حس میکنم که ما بعضی موقع خوب و خوبتر داریم. ادبیات خوبه، هنر خوبه، اما گاهی این هنر باید در خدمت یک چیز بزرگتر به کار بره، اونم در روزهایی که مردم جلوی گلوله ایستادن. واقعا کار فرهنگی خوبه، کار بلند مدت خوبه، اونها در جای خودش قبلا باید میشده، بعدا هم باید بشه، اما میگم الان شاید مردم به حمایت احتیاج دارن، به خبررسانی احتیاج دارن، به اینکه هنرمندشون صدای اونها باشه در هر جایی که میتونه. چون بالاخره ما اگر یک تریبونی داریم، اگر یک جایگاهی داریم، اگر حالا بالاخره به جایی رسیدیم، از همین مردمه، از همونهایی که حمایتمون کردنه و حالا که اونها از ما میخوان که در کنارشون باشیم، اونها میخوان که ما که در خارج از ایرانیم، ما که امنیت داریم، ما که حالا امنیت نسبی داریم و میتونیم صداشون باشیم، وظیفه خودمون رو به خوبی انجام بدیم. حالا این انجام وظیفه هنرمند میتونه از راه‌های مختلفی باشه. من ببخشید بابت این سرفا عذر میخوام باز هم. نکته که وجود داره، حالا چه کارهایی ما میتونیم بکنیم، اینو میشه به چند بخش تقسیم کرد.
یه بخشش آثار هنریه، یعنی ما با آثار هنری اون بالاخره مهمترین توانایی ما، هر کسی یکی تواناییش یک کوکتل مولوتوف درست میکنه، یکی تواناییش اینه که در واقع میره روی دیوارها گرافیتی خلق میکنه، یکی تواناییش اینه که شعر میگه، داستان مینویسه، ترانه مینویسه و سعی میکنه ولی صدای مردم روزگار خودش باشه، نه اینکه در این روزهایی که میگم مردم در سختترین شرایطن، مردم بلوچستان رو به رگبار میبندن، مردم کردستان رو به رگبار میبندن، در شهرهای مختلف دستگیری ها اتفاق میفته، با ساچمه میزنن چشم مردم رو کور میکنن، من مثلا شعر بگم در وصف چشم و لب یار خیلی هم زیبا بگم، اصلا به نظر من هیچ فایده ای نداره اون شعر و هیچ سودی نداره، هرچند در حالت عادی هم من چه شعرهایی نمیگفتم هرگز و همیشه اعتقاد دارم که هنر باید یه تعادلی داشته باشه بین تعهد و هنر بودن، یعنی اگر هنر یک هنر متعهدی باشه که بخش هنریش رو فراموش کنه، این هنر به بیانیه تبدیل میشه، به یک مقاله تبدیل میشه، به یک اثر ژورنالیستی تبدیل میشه که ما دیدیم در طول تاریخ هم، مثلا آثار ماکسیم گورکی خب آثاری بوده که مثلا حزبی بوده، آثاری بوده که در خدمت یک ایدئولوژی بوده، فقط ممکنه ما بخویم لذت ببریم ولی وقتی میخوایم برترین آثار ادبی تاریخ رو نام ببریم، آثار ماکسیم گورکی در اونها قرار نمیگیره. از اون طرف آثاری که نه فقط زیبایی محض باشه، در خدمت هنر باشه، اما از اندیشه تفکر خالی شده باشه، نمونش ما توی سالهای اخیر خیلی داریم، شاعرانی که میبینیم در مورد زیبایی معشوق میگن، چشم معشوق میگن، وصف میکنن، در این حال که در همون روزهایی که کتابشون چاپ شده اعدامای دهه 60 اتفاق افتاده، 18 تیر 78 اتفاق افتاده، جنبش صف 88 اتفاق افتاده، مرگ ندا آقا سلطان و امثالهم، 96 اتفاق افتاده، 98 و خیلی انقدر ما تلخی ها داشتیم که اصلا نام بردن ازشون شاید میگم تقلیل دادن این تلخی هاست. خود جمهوری اسلامی در 40 چند سال اخیر نماد در واقع سلب اولین آزادی های فردی است افراده. خب هر دو اینها بده، اون تعادله باید ایجاد بشه، حالا خیلی سخته اون تعادل رو ایجاد کردن. من در میام حالا کارنامه هنری من در زندگی که حالا داشتم سعی کردم اون تعادل رو ایجاد کنم، یعنی عشق جریان داشته باشه، سیاست جریان داشته باشه، روانشناسی جریان داشته باشه، جامعه شناسی جریان داشته باشه، صدای مردم روزگار خودم باشم، اما اثرم هم اینجوری نباشه که در حد یک مقاله منظوم باشه، نه اون هم نباشه. اما تو این روزها اگر حالا کارهایی که از من منتشر شده یا مثلا ترانه‌هایی که منتشر شده، احساس کردم که یه مقداری حالا حداقل در انتخاب اشعار یا شعری که جدید میگم باید لحاظ کنم که شاید الان مردم عام‌تر نیاز به شعر دارن، الان شعرهایی نیاز هست که با موزیک همراه بشه، شعرهایی که حماسی تر باشه، شعرهایی که امید رو، خب من آدم کلا ناامیدی هستم، آدم شاید منتقدی هستم، هنرمند منتقده، همیشه وقتی نیمه خالی و پر لیوان رو میبینیم، من معمولا نیمه پر لیوان نمیبینم، خالیش رو میبینم، نقد میکنم تو همه حوزه ها، یعنی وقتی برم داخل یه اتاق اول سعی میکنم تلخی ها رو ببینم و اونها رو نقد کنم، خب این لازمه برای یه هنرمند اجتماعی سیاسی، اما سعی کردم توی این روزها فقط به تلخی ها اشاره نکنم، به اون اتفاقی که آینده هست، به اون راهی که اگر ما بریم راه آزادی هست و اون زیبایی هایی که هست، اگر مرگ مهسا‌ها هست، سارینه‌ها هست و دقیقا این بچه های ما هستش، این خواهران ما، برادران ما هستش، اون ورش هم آزادی هست، اون ورش هم این یکدلی هست که بعد سالها ایجاد شده. من واقعا کیف میکنم که من خب زمانی که در ایران بودم خودم همیشه به قول الله خودمونیش کف خیابون بودم و تو تظاهرات ها بودم، در کنار مردم بودم و میدیدم گاهی اون یکدلی وجود نداشت، گاهی این بحث فارس و کرد و ترک و لورو، این تفاوت ها، اون تفرقه افکنی که حکومت سالها سعی کرده ایجاد کنه به چشم میخورد، یا گاهی مثلا
تأکید بود بیشتر بر تفاوتها تا همدلی ها، لحاظ سیاسی، عقاید، منش. اما احساس میکنم الان هم نمیگم کامل محو شده، بالاخره همیشه این تنش ها هست. بالاخره این حکومت جمهوری اسلامی هم سالها با بهترین روانشناسا، با بهترین متخصصا کار کرده تا بتونه این تفرقه رو ایجاد کنه، تا این تفاوت ها رو تاکید کنه. اما احساس میکنم که این نزدیکی بیشتر شده. خب من میتونم این نزدیکی رو تو شعرم تصویر کنم، این اتحاد رو در شعرم، این بچه هایی که میان حجابشون رو برمیدارن توی خیابون میرن نمیترسن، این نترسیدن رو در شعرم تصویر کنم. باز اون بچه های دیگه، یالا دخترها و پسرامون که میرن شکلات میدن، کاغذ میدن، تشکر میکنن از اون دختر خانومه که حجابشون رو برداشتن، همه اینها زیباییه. یعنی من احساس میکنم توی این روزها من نباید فقط در جایگاه منتقد بشینم. خب نقد همیشه هست، من همین الان هم حالا اینجا چون جمع در واقع خصوصی تره، مخاطب حرفه‌ای تره، راحت میگم توی اینستاگرام هم نمی نویسم. من همین الان خب به خیلی از کنش ها، مخصوصا بچه خارج از کشور، واقعا بچه داخل کشور خیلی جلوترن. بچه خارج از کشور اون دعواها، درگیری ها، بحثا سر چیزهای حاشیه‌ای نقد دارم. خیلی وقتا مثلا به پست اینستاگرامی که گذاشته میشه نقد دارم، ولی نقد رو برای خودم نگه داشتم. فعلا ترجیح دادم حمایت کامل باشم از مردم و صدای اونها باشم. حالا با هنرم میگم بخشیش ترانه هایی که گفتم اجرا شده. من شغلم خب حالا تو ایران دکتر داروساز بودم، داروخانه داشتم، از اون راه درآمد داشتم، ولی الان خارج از کشور از راه خب ترانه سراییه، فروختن ترانه است. اما من توی مثلا این روزها سعی کردم که به دنبال به قول معروف بیزینس نباشم، به دنبال اینکه از این اتفاقی که در ایران داره میفته برای خودم حالا پولی در بیارم نباشم. هدفم این بوده که حمایت کنم. انقدر ترانه گفتم واقعا خودم یه جایی احساس کردم که به تکرار رسیدم، یه جا گفتم استاپ بس دیگه، واقعا ترانه جدید واگذار نمی کنم. چون چندین ترانه روی ملودی های مختلف، روی کارهای سرودهای مختلف نوشتم و این یه بخش حمایت من بود. بخش دیگه ای که حالا من به حالا به قول معروف عقل ناقص خودمون میرسه، ممکنه راه های دیگه هم باشه، ممکنه حتی ضعف هایی داشته باشه، این بود که به عنوان یک انسان، به عنوان یک انسانی که در خارج از کشوره و هر شب خودتون فکر کنم خیلی بچه که الان داخل اتاق هستن خارج از ایرانن و میدونن که ما درسته که از یه سری تلخی ها مسئول هستیم، اما دردمون در یه جاهای دو برابره، چون میبینیم دردها رو، دلمون با مردمه، دلمون میخواد بریم سینمون رو سپر کنیم جلوی گلوله، از مردم خودمون حمایت کنیم، شبا کنار اونا تو خیابون باشیم، ولی نمیتونیم و دستمون کوتاهه و این درد رو دو برابر میکنه. من با بسیاری از دوستان صحبت کردم که خارج از کشورن و میگن شبا خوابمون نمیبره، میگن ما نمیتونیم، روزها هست که فقط به موبایل خیره شدیم، هی میدیم بالا پایین، فیلم ها رو میبینیم، قلب درد داریم، بیخوابی داریم و این یه چیز همگانیه. میتونه به سمت منفی بره، یعنی به سمت بیماری بره، به سمت ناراحتی بره، ولی میتونه این خشم، این غم به سمت مثبت بره. همون کاری که تو آلمان کردن بچه ها، جمع شدن، یک تجمع بسیار بزرگ ایجاد کردن، خبر ایجاد شد، رسانه های دنیا توجه کردن به مسئله ایران و همونجور که تو سوئد انجام شد، توی فرانسه انجام شد، تو کشورهای دیگه، تو کانادا انجام شد، تو آمریکا انجام شد، همه دنیا. حالا من شهرهایی که میگم بازتاب بیشتری داشت به خاطر بزرگی حضور مردم. پس بخشیش هم ما میتونیم در این تجمع حضور داشته باشیم. حالا معمولا خب هنرمندا مخاطبای بیشتری دارن، میتونه از صفحاشون استفاده کنن، مردم رو دعوت کنن به این تجمع ها. اگه نمیتونیم تو ایران کنار مردم باشیم، حداقل میتونیم صداشون رو به گوش جهانیان برسونیم. این هم یک بخش در واقع کاریه که ما باید انجام بدیم، کوچکترین وظیفه‌ایه که شاید بر دوش ما هست. بخش دیگرش هم که از لابی های خودمون استفاده کنیم. ببینید تعارف که نداریم، مردم ایران در تمام انقلاب ها اینجوری بوده، بدون حمایت در واقع جهانی، بدون فشارهایی که از
سراسر جهان بیان، بعد از یه مدت اگر یک دیکتاتوری باشه که عزمش رو جذب کرده باشه به هر قیمتی سر کار بمونه، سرکوب میشه. یعنی شما ببینید مثلا تو کره شمالی بسته، در واقع راه بسته و جهانیان هم به خاطر که بمب اتم داره یک جورهایی باش مماشات میکنن. خیلی از کشورها حالا به دلایل مختلف مردمش نمیتونن اون کنشی انجام بدن. ما که حالا مردم آگاهی داریم، مردمی داریم که اون بستر تفکری درشون وجود داره، اون آزادی خواهی وجود داره، اون حلقه اعتراضی به وجود اومده و گسترده تر شده. فکر کن الان تو هر خونه‌ای چند نفر هستن که با جون و دل واقعا تا آخر خط هستن. و حالا ما در واقع این وضعیت ایجاد شده، باید اون فشار جهانی رو هم بیشتر کنیم. خب خوشبختانه من میگم امسال این فشار جهانی، این پرداختن خبرها رو بیشتر میبینم. شما ببینید بعد سال 88 که مرگ ندا آقا سلطان خب یه سمبول شد، جهانی شد و بازتاب داشت، توی اتفاقهای بعدی، اتفاقهای بزرگ، چون خیلی اتفاقها داشتیم، متاسفانه به دلایل مختلف صدای مردم ایران اونجور که باید شنیده نشد. مثلا شما در آبان 98 ببینید در 3 روز، حالا طبق گفته خودشون بسیار مطمئنم بیشتر بوده، 1500 نفر رو کشتن. و این در واقع خبر، این فاجعه بزرگی، نسل کشی، صداشون به کجا رسید؟ صدای حتی اسم بسیاری از کشته شده ها رو ما که ایرانی هستیم نمیدونیم چجوری تیتر روزنامه خارجی نشد. و امسال خوشبختانه در واقع اتفاق دیگه ای افتاده، رسانه‌های جهانی پرداختن و مخصوصا زنان ایرانی بر روی نشریات، روزنامه تصویرشون درد شده. و من میبینم نه فقط حتی آدم های سیاست مدار، خودتون در خیلیاتون در سوئد هستید، در کشوری مختلف، مردم عادی الان میدونن که ایران چه خبره. همسایه های من باشون که صحبت میکنم میدونن که ایران مردم قیام کردن و این بار حق با مردمه. من یادم سال 88 بعدش که میرفتم یه سری کشورها، خب مثلا کشوری مختلف، بعضی از مردم از احمدی نژاد حمایت میکردن. یعنی تصور داشتن چون احمدی نژاد مقابل آمریکا ایستاده پس آدم خوبیه، پس نمیدونم خوبیه، حالا اون با اون اندیشه و تصوراتی که خودشون داشتن. اما الان چه چپ چه راست چه سبسا چه همه یه گروه های مختلف از هر عقیده‌ای میان میگن زن زندگی آزادی، میان هشتگ میزنن مهسا امینی، میان در واقع بسیاری از افراد مشهور جهان که فالوورهای چند میلیونی دارن میان حمایت میکنن. این اتفاق خجسته‌ایه که رخ داده، ما هم میتونیم میگن با لابیامون دامن بزنیم بهش. مثلا هر کدوممون بتونیم با یه روزنامه نگار خارجی صحبت کنیم، با یه نشریه خارجی صحبت کنیم، بیایم اصلا حتی لابی نداریم ترجمه کنیم، بیایم در واقع مثلا توی یوتیوب با زیرنویس به زبانهای مختلف قرار بدیم مطالب رو، مطالب به زبانهای دیگه. ما متاسفانه خب فارسی زبانیه که در دو سه کشور بیشتر صحبت نمیشه، ما احتیاج داریم یه سری افراد مطالبی به زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، حالا زبانهای کشور اسکاندیناوی به زبانهای مختلف ایجاد کنن تا بیشتر شنیده بشه، تا بیشتر پخش بشه. خب اینها هم وظایفی که درست غیر از هنرمندان کسای دیگه میتونن انجام بدن، طبیعیه هر کسی میتونه انجام بده، اما هنرمند از دو جهت بهتر میتونه انجام بده. اولا قلم خوب گیرایی داره، فن بیان خوبی داره، میتونه در واقع یک متن بسیار زیبا بنویسه، تاثیرگذار بنویسه. شما این مثلا سخنرانی حامد اسماعیلیون سخنرانی قویه به خاطر اینکه ایشون داستان نویسه. یا مثلا به طور مثال میگم این افراد هنرمندن، قلم گیرایی هم ندارن، هنرشون در زمینه خطاطیه، در زمینه نقاشی، در یه زمینه دیگه است، اما مخاطب دارن، میتونن از مخاطبشون استفاده کنن، مخاطب خارجی دارن. بالاخره ما هممون سالها غیر از دوستانی که جدیدن اومدن، سالهاست داریم در کشورهای خارجی زندگی میکنیم، بالاخره دوستای خارجی داریم، میتونیم حتی فیس تو فیس به هر کدومشون که رسیدیم به یه بهانه بیایم درباره
مسئله ایران صحبت کنیم، بیایم خودمون همایش برگزار کنیم، خودمون برنامه، همون کاری که شما الان کردید، الان شما دارید یه برنامه برگزار میکنید برای ایران، من دعوت کردید، خودتون جمع شدید، این برنامه نتیجهش میشه توی یوتیوب، تو جاهای مختلف، شما این برنامه رو برای دوستاتون مثلا میفرستید توی جاهای مختلف و حالا ممکن است گوش هم ندن به مطلب، ولی باعث میشه که اون قضیه ایران که تعارف نداریم کم کم فراموش میشه، کم کم از اون داغ بودنش کاسته میشه، ویژگی روزنامه نگاریه، ویژگی خبره، باعث میشه داغ نگه داشته بشه. ما باید به هر شکلی که ممکنه خبر ایران رو داغ نگه داریم، وگرنه یه خبر داغ دیگه پیدا میکنه. شما ببینید روزهای اول جنگ اوکراین و روسیه چجوری رسانه ها بهش میپرداختن، تازه جنگ اوکراین که برای اینا دغدغه است، چون بالاخره خودشون اروپاییان احساس خطر میکنن، مثل ما و افغانستان و خیلی از کشورهای دیگه نیستن که احساس کنن یه اتفاقیه که برای یکی دیگه داره میفته، اما همون هم دیگه اون پوششی که روسای اول بود دیگه وجود نداره. حالا اینا خلاصه حرفایی بود که من میتونستم بزنم، ببخش خیلی طولانی صحبت کردم، کل صحبت های من اینه، هر کدوممون هر هنری داریم، هر رسانه‌ای داریم، به هر شکلی که ممکنه ازش استفاده کنیم و اگر داخل ایرانیم به همینها بسنده نکنیم و در کنار مردم باشیم، واقعا نترسیم، یعنی چون اگر من بترسم، تو بترسی، اون بترسه، خب همه میترسن دیگه، کی میخواد اون تغییر رو ایجاد کنه؟ اما یه چیزی هم هست که از اون ور پشت بوم نیفتیم، اینم خیلی مهمه. مثال میزنم، اگر برادری داریم، پدری داریم، خواهری داریم که حالا نمیتونه بیاد خیابون، جرأتشو نداره بیاد خیابون یا دلایلی نمیاد به، در حد توان خودش کمک میکنه، یه استوری میذاره یا چی میذاره، نه این تو دهنش بیایم بگیم او مثلا تو چرا اینجوری هستی، تو چرا تا اون حدی که من هستم شجاعت نداری. یه نفر دستگیر میشه، میره داخل، برمیگرده میاد مثلا سکوت میکنه، حالا واسه شکنجه هایی که شده، آزارهایی که دیده، ترومهایی که دیده، حمله نکنیم بهش که تو چرا وقتی آزاد شدی عین قبل فعال نیستی، فلان نیستی، آسیب دیده، انفرادی آسیب، مشکلات روحی براش به وجود اومده، درکش کنیم، حمایتش کنیم. یا کسی میره اونجا، اعتراف اجباریش پخش میشه. دوستان ببینید، بزرگان چریکهایی بودن که در ابتدای بعد از سال 57 آوردن تلویزیون اعتراف اجباریشون رو پخش کردن، اینها با فشارهای جسمی، روحی، با انواع روشها، با تهدیدها، با انواع روشها از هر کسی ممکنه اعتراف تلویزیونی بگیرن و این خودشون هم میدونن که اعتراف تلویزیونی کسی دیگه باور نمیکنه، اتفاقا دنبال اینن که اون آدم رو از چشم من و تو بندازن، وگرنه کسی باور نمیکنه اون حرفایی که آدما میان رو میخونن توی تلویزیون. پس ما میگم یه مقداری باید با همدیگه مهربانتر باشیم، یکم اون تساهل و تسامحمون رو بیشتر کنیم، نه که خودمون رو، نمیگم خودمون، نمیگم مسیرمون منحرف بشیم، ولی اینجوری نباشه که انقلاب رو به یه سری افراد الیته، به یه سری افراد ثابت قدم، به یه سری افرادی که تا ته خط میرن و توانایی بالایی دارن محدود کنیم. اگر قراره انقلابی در ایران صورت بگیره، که صورت گرفته البته، که به پیروزی برسه، به اون جاش برسه، جایی که باید برسه، باید 70%، 80%، 60% مردم همراه بشن و راهش هم اینه که میگم یکم مهربانتر باشه. تشکر جناب عزیز، استفاده کردیم. آقای سبزیان دستتون بالاست، در خدمت شما هستیم. اگر درود و عرض ادب دارم خدمت همه همکاران و همه عزیزانی که حالا از یوتیوب یا در آینده حالا میخوان مشاهده کنم. من یه دو تا سوال داشتم از آقای موسوی عزیز، البته از صحبت‌های خودتون آقای موسوی. من یه سوالی که البته داشتم خیلی ذهنم درگیر کرده، چون من با حالا خودم هنرمند که اصلا نیستم به هیچ وجه، اما یعنی ندارم چیزشو، ولی بالا با کسایی که حالا صحبت میکنم یا دیدم، به خصوص توی حالا بخشای توی اون شبکه‌های مجازی، مثلا من یه خانومی بود، شاعرم بود، میکنم کانادا بود، حالا کشورش زیاد مهم نیست،
مثلا میگفتم من بعدش سوال کردم، گفتم مثلا شما که شاعرید و طبع شعر خوبی دارید، شما نمیتونید مثلا بیاید یه دونه شعر در مورد این بچه‌ها که مثلا بوده یا اصلا در مورد این انقلاب بگید؟ و یه نظر البته داده، نظرشون قابل احترامه. گفتن که من یعنی این همین چیزی که انجام باب شده که مثلا من سیاسی نیستم و اینا، مثلا میگفتن هنر سیاسیش نکنیم، هنر مثلا در مورد شفقت و عشق و نمیدونم از این حضی صحبت که گفته میشه. و من خب میگم نظرشون برام قابل احترام بود و هست، اما خب مخالفم، یعنی مخالف نظرشون هستم، چون یعنی اصلا به نظر من هنر یک ابزاره، شما با هنرتون میتونید یه کاری بکنید. این مادر کیان که اومدن ازش اعتراف اجباری گرفتن، اون لباسش قرمز بود، این اون سربازی که این تو آلمان اسیر شد که اگه من خودکارم قرمز بود یعنی که حرفام اجباریه، با این هنره. خب البته نظر من، حالا من دوستم نظر شما رو بشنوم در این مورد. یه مورد دیگه هم شما فرمودید که ما بعد مثلا شعرامون رو بیاریم به زبان‌های مختلفی، مثلا انگلیسی، مثلا شاید فرانسه، شاید اصلا سوئدی، شاید اصلا نمیدونم آلمانی. من از یه هنرمند دیگه شنیدم که اصلا ما چرا باید این کارو بکنیم، چرا ما خودمون رو کوچیک کنیم، اونا بیان مثلا بفهمن که ما چی میگیم. من میخوام نظر شما هم در این مورد بدونم، چون من خودم عقیده خودم رو میگم البته به شما. اون شخص که اصلا فارسی نمیدونه، به قول شما اصلا 3 کشور بلدن فارسی رو، اصلا ما الان واسه چی باید بیاد شعر من، شعر شما رو میگم، شعر نمیگم ولی نمیتونم اصلا توانش ندارم. مثلا شعری که شما میگید و مینویسید و قلم شما رو، خب مثلا اون طرف فارسی که بلد نیستش که، خب شما یا من بعد بیام میگم خب این چی نوشته که مثلا به شما بگم مثلا موضوع چیه، یه بک گراوند بهش بدم. خب حالا باز نظر من دوست داشتم در مورد این دو سوال نظر شما رو هم بشنوم و خوشحالم میشم. مرسی. مرسی ازتون، سوال خیلی خوبیه. من جدا جدا جواب بدم چون یه بدم هم متفاوت بود. اگه سوال دوم یادم رفت باز یادآوری بکنید. من در مورد سوال اول، خب من به اون شدت هم که مثلا حالا شما فرمودید که شعر باید وسیله‌ای باشه خیلی موافق نیستم. یعنی مثلا شعر رو خودش خلق زیبایی، خلق در واقع یک چیز نو، یک چیز خلاقانه میدونم و برای من حتما وسیله نیست. ولی در واقع وقتی میگم وسیله نیست، این نیست که یه شعری بگیم که میگم به قول معروف خالی از اندیشه باشه، خالی از محتوا باشه، خالی از تفکر باشه. اصلا مگه شاعر میتونه نسبت به اطراف خودش بی‌تفاوت باشه؟ اصلا بله، شاعر مثلا شعر نمیگه مرگ بر خامنه ای، نمیدونم چیه، نمیدونم آمنه ای، خب مثلا قافیه پردازی کنه، این خنده داره، این شعر نیست. من بعضی شعرهای واقعا میبینم مثلا خیلی دوستان مینویسن توی فضای مجازی، خیلی خوبه به عنوان شعار، خوبه اما شعر نیست. اما اون بخشی هم که بگی من سیاسی نیستم، اصلا مگه انسان میتونه سیاسی نباشه؟ آخه بله، اگر منظورتون علوم سیاسیه، بحث تخصصی علوم سیاسیه، خب منم دانششو ندارم. یعنی خیلی از ماها که خب حالا شما رو نمیدونم همتون رو، ولی ما که خب درس علوم سیاسی نخوندیم، کتابایی خوندیم در زمینه حالا مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، ولی تخصصشو ممکن نداشته باشیم. همونجوری که مثلا من داروسازی خوندم، ممکنه خیلی‌ها تو این جمع مثلا خیلی از داروها رو بشناسن، خیلی از چیزا رو بشناسن، اما درس داروسازی رو نخونده باشن. اما این مسئله تخصص در زمینه علوم سیاسی با شعور سیاسی، با در واقع واکنش سیاسی، درک سیاسی فرق داره. انسان ناگزیر از سیاسی بودن، چون هر کنشی که در زندگیش انجام میده در جامعهش تأثیر میذاره، در سیستم تأثیر میذاره، در زندگی انسانهای دیگه تأثیر میذاره. و وقتی حالا یه اثری به نام اثر هنری، حالا شعر یا داستان، تو کار خود من ترانه، تو کار خود من خلق میکنه که روی آدم ها اثر میذاره، روی حکومت ها اثر میذاره، مگه میتونه بگه مثلا من سیاسی نیستم؟ اگر که شعر اصلا اثر سیاسی نداشت، چرا خامنه ای میاد هر سال افطاری میده و یه سری آدم شاعر رو دعوت میکنه براشون شعر میخونه اینا؟ پس احساس میکنه شعر چیز مهمیه، رسانه‌ایه که باید روش سرمایه گذاری کنه، به خاطر اینکه مردم ایران شعر رو دوست دارن، روشون تأثیر میذاره. و همچنینه که چرا قتلای زنجیره‌ای رو انجام میدن؟
چرا مگه مثلا محمد مختاری توی مثلا رفته بود جای بمبگذاری کرده بود، فعالیت حزبی مثلا خاصی کرده بود؟ نه، یک انسان آگاه، یک انسان، یک شاعر آگاه بود که چون این روزها سالگرد کشته شدنش هست، سالگرد کشته شدن فروهر هاست، سالگرد کشته شدن پوینده است. من دارم میگم اگر هنر متعهد نبود، سیاسی نبود، هنری که تو اصلا مگه میومدن هنرمندا رو بکشن، اتوبوس هنرمندا رو توی ارمنستان بخوان دره بندازن پایین. پس یه نکته که هست، ما ناگزیریم از سیاست، و نه تنها وقتی از امر سیاسی حرف میزنیم. یعنی من مثلا یه شعر دارم، در خواب هام خامنه ای بود، خب اون ظاهرا دارم از امر سیاسی صحبت میکنم و واضحه، ولی وقتی من دارم از قرمه سبزی هم صحبت میکنم، اونم سیاسیه. وقتی من دارم از عشقم هم صحبت میکنم، امر سیاسیه. و چرا سیاسیه؟ من الان مثلا دارم درباره یه رابطه عاشقانه صحبت میکنم، یه نروژی هم داره در شعرش از یه رابطه عاشقانه صحبت میکنه، اما در کشور من داشتن رابطه عاشقانه جرمه، شلاق داره، ما در واقع نمیتونیم، حالا یواشکی میتونیم، ولی نمیتونیم در واقع با کسی که دوست داریم بدون ازدواج هم خونه بشیم. در ایران دو تا همجنس نمیتونن عاشق هم دیگه باشن و خیلی نکته های دیگه. پس میبینیم که حتی عشق هم یه امر سیاسیه، مخصوصا در خاورمیانه، مخصوصا در کشورهای دیکتاتوری که ما زندگی میکنیم. اگر یعنی اون خانومی که حالا فرمودی، من اصلا جسارت نمیخوام بهشون بکنم، حتی اگر بخواد از عشق هم صحبت کنه، مگه میتونه از گیسوی یار مثلا صحبت کنه؟ بعد بدون گیسوی یاری که خب زیر حجاب به زور کردنش، خب میتونه مثلا درباره چی صحبت کنه؟ درباره مثلا عشق به همجنسش میتونه صحبت کنه؟ وقتی صحبت میکنه یه امر سیاسیه، یه امریه که برخلاف حکومت اسلامیه که حکم فرماست. پس من اصلا احساس میکنم که ما ناگزیریم. یعنی اونایی که میگن من سیاسی نیستم، باز هم شعرشون لایه های سیاسی داره. چرا میگن من سیاسی نیستم؟ برای اینکه میخوان مسئولیت فرار کنن، برای اینکه میخوان اون مسئولیتی که در مقابل مخاطب دارن، در مقابل جامعه دارن رو بگن نه، من این مسئولیت رو به عهده نمیگیرم، من میخوام شعری بگم که به هیچکی بر نمیخوره، همیشه میخوام وسط این جوب را برم، مخاطب این ور داشته باشم، مخاطب اون ور داشته باشم، همه دوست داشته باشن. خیلی از کسی که خارجن واقعا سکوت میکنن در مقابل کشتار مردم، سکوت میکنن در مقابل این فجایه. این نیست که دلشون با جمهوری اسلامیه، بلکه به خاطر منفعت طلبی بالاییه که دارن، میخوان مثلا کنسرتشون شلوغتر بشه، همه مخاطبا از هر قشری بیان، به خاطر که کسایی اسپانسرشونن، پولهایی بهشون میدن، یا مثلا دوستان شاعر و نویسندمون. من خب حالا شما یک دوستو میگم، من در برای اون دوستی که شما صحبت کردید نمیگم، تجربه شخصی رو میگم، دوستایی ما دارم که آقا میرن ایران کتاب چاپ میکنن، خارج زندگی میکنن، میرن هر سال کله پاچه‌شون هم تو ایران میخورن. اشکال نداره ها، ما هم آرزو داریم که یه ایرانی داشته باشیم که آزاد باشه و هر ایرانی که مهاجرت کرده هر سال بره خانوادهش رو ببینه، بره کتابش رو در کشورش چاپ کنه. ولی وقتی که نظام دیکتاتوری اون داخله، وقتی خیلی‌ها نمیتونن برگردن، وقتی خیلی‌ها در همون ایران ممنوع اثرن، نمیتونن کتاب چاپ کنن، اگر تو میتونی بری و کتاب چاپ کنی، یک جایی حتی بدون که خودت بفهمی داری با نظام جمهوری اسلامی همکاری میکنی. این اول، من اصلا با حرف این خانوم به هیچ وجه کنار نمیام و میگم کسی که میگه شعر من سیاسی نیست، اثر من سیاسی نیست، اولا داره ویژگی هنر رو که اصلا ذات هنر رو که درباره هر چیزی صحبت کنی سیاسیه داره انکار میکنه. دوم اینکه میخواد وسط بازی کنه، اصلا تعارف هم نداره. هر کسی که اینو بگه، برادر خود من هم باشه، داره وسط بازی میکنه و میخواد دنبال یه منافعی داره. به نظر من حالا مگه میشه آدم، من میگم تو انسان باشی، انسان باشی، انسان، اصلا ایرانی نباشی، اصلا هنرمند نباشی، ببینی دختر معصوم رو تو خیابون داره فیلم میگیره، صحنه کشته شدنش رو ما میبینیم، به سمت کسی که داره با موبایلش فیلم میگه کشته میشه. ما مگه اصلا میتونیم تو دیگه بعد از اون مثلا شعر بگی درباره زیبایی خورشید در آسمان؟ اصلا میتونی
شب که میری خونه تو میتونی بشینی اصلا کاغذ بگیری، خودکار بگیری، دستت راحت بشینی درباره مثلا یه چیز زیبا صحبت کنی. این یه بخششه. سوال دومتونم ببخشید من خیلی پرحرفی کردم یادم رفت، دوباره میفرمایید که من پاسخ بدم؟ صداتون قطع. سوال دومم در مورد این بود که ما حالا قبلا با یه هنرمند دیگه، حالا اصلا مهم نیست کی، صحبت میکردیم، مثلا شما فرمودید که مثلا اون شعر باید ترجمه بشه مثلا به انگلیسی. آره، متشکرم. آره، ممنون، ببخشید، عذر میخوام. ببینید یه نکته که وجود داره، بله، خب این اونم باز ما یه ایدئال داریم، یه ایدئالی که آقا من ایرانی با یک اروپایی، با یک، همون جوری که مثلا یه در واقع فرد مثلا سوئدی، خب آثارش به زبان انگلیسی، به زبانهای دیگه ترجمه میشه، لازم نیست بره التماس کسی بکنه، لازم نیست خودش پول بذاره ترجمه کنه و یک شرایط برابرتری رو داره. ما خاورمیانه‌ای هم خب طبیعیه که یه ایدئالی رو بخوایم که آقا ما تحت اون ظلم قرار نگیریم، ما بامون برابر برخورد بشه، ما اگر هم جایی بهمون بها داده میشه از اون بالا با مهربونی با ترحم، مثلا که این اومده مهاجر خیلی سختی نباشه به خاطر هنر، این یه ایدئاله. اما ما توی دنیای ایدئالا زندگی نمی کنیم، بعدم اصلا خودمون آقا کوچیک کرده باشیم، در حالی مردم دارن میرن گلوله میخورن، توی تن بچه 16 تا 17 تا گلوله پیدا میشه. خب بعد حالا من مثلا برم مثلا یه جایی یه ذره مثلا از خودم کم کنم، اصلا شعر من رو میگن آقا این سطرشو باید حذف کنی، اصلا شعر من رو میگن که نمیدونم این شعرت قبول نیست، این شعر قبول، فقط این شعر ترجمه باید بشه. من در حالت عادی تن نمیدم چون شعرام مثل بچه ها، من حاضر نیستم که شعرم رو بیان تیکه تیکه کنم. اما اگر ببینم که این کار به نفع مردم ایران داره میشه، یعنی داره یه کمکی میشه، حاضرم که یه سطر شعر من رو فقط ترجمه کنن، نگه دارن و توی اونجا برم 30 ثانیه هم بیشتر بهم وقت ندن، تو همون 30 ثانیه اسم کشورم ایران رو بیارم. یعنی یه موقعی هست شرایط اورژانسیه، شرایطی هست که شرایط خاصیه، مردم احتیاج دارن به کمک. من فکر کنم الان وقت تاقچه بالا گذاشتن نیست. بله، امیدوارم ایران آزاد بشه، ایران آزادی داشته باشیم که آثار بدون وزارت ارشاد، بدون سانسور، بدون هیچ چیزی چاپ بشه، ایران به قانون کپی رایت بپیونده، ما بتونیم، الان ما کتابایی که در ایران چاپ میشه نمیتونن در جشنواره‌های خارجی حضور پیدا کنن به علت اینکه ایران جزء کپی رایت نیست و خیلی مشکلات دیگه حل بشه. ما اون وجهی که ایران در جهان داشت، ما رو به عنوان حامی تروریست نشناسن، به عنوان بمب اتم نشناسن، بلکه همون جایگاه سابقمون رو به دست بیاریم. مشخصا اون زمان من هم با یک اروپایی رو به رو برخورد میکنم، نیازی ندارم خودم رو کوچیک کنم برای ترجمه شدن، ولی من احساس میکنم اگر من الان دارم خودم رو کوچیک میکنم، واقعا کردم، جاهایی بوده کردم، میارزه. آدم یه تاوانایی باید بده اگه مردمش رو دوست داره. تشکر آقای موسوی بابت پاسختون. خانم دژم در خدمت شما هستیم، حالا بعدش هم من خودم سوال دارم، بفرمایید. ممنونم. من در واقع یه توضیح کوچیک و کوتاه می‌خواستم بگم در مورد اتفاقاً سوالی که آقای سبزیان پرسیدن دوم و توضیحات خیلی کامل آقای موسوی که عالی بود، ولی من می‌خوام یه بخش دیگه اشاره کنم به اون بخش هنر که فارغ از نوشتن شعر و داستان هست، مثلا هنر عکاسی هست، مثلا هنر نقاشی هست، یا اصلا هر پرفورمنس آرت دیگه هست. اینا در واقع، حالا من چون میدونم آقای سبزیان راجبشون صحبت می‌کنن در اینو میگم، یک پیشینه تاریخی مثلا نیاز داره. مثلا اگه حالا یه هنری داریم به این شکل ارائه میکنیم که اون پیشینه تاریخی شاید نیاز مثلا به ترجمه داره. مثلا من اگه یه نقاشی میکشم که مفهومشو من یا 90% ایرانی ها متوجه میشیم، شاید مخاطب خارجی غیر ایرانی به اون صورت باشه ارتباط برقرار نکنه. چرا؟ چون اون بک‌گراندی که پشت اون اثر هنری هست رو نمیدونه، اون اتفاق تاریخی که افتاده رو یا اون اتفاق سیاسی که افتاده رو نمیدونه.
و به نظر من این یکم چیزه، یکم یه کار نمیدونم چه جوری بگم، سخته یا زمانبر یا هر چی به قول آقای موسوی، الان شاید وقت این کارا نیست، باید یه چیزایی یکم روتین تری انجام بشه که حالا هم مخاطب خارجی هم مخاطب ایرانی بتونه باش ارتباط برقرار کنه، و بعد وقتی تعدد کارا اجازه نمیده که حالا همه رو بخواد به چند زبان ترجمه بکنیم و اینا. همین موضوعی که می‌خواستم راجعش صحبت کنم. مرسی. تشکر خانم دژم. حالا من آیه سابجان اگه اجازه بفرمایید، دقیقا من میخوام برگردم به کلمه هنر اعتراضی و این موضوع که حالا آیه موسوی شما خودتون فرمودید یک جاهایی باید توی هنر اعتراضی اون مصلحت اندیشی رو داشته باشید که حالا یک سری مطالب رو بیان بکنیم، یک سری مطالب رو مسکوت نگه داریم بر اساس شرایط. حالا نمیدونم، شاید من اشتباه متوجه شدم، چون همون نیمه پر یا نیمه خالی که فرمودید، خب یک جایی شخص از درون احساسات درونی شاید ناامید باشه، اما به خاطر اقتضای جامعه اون مصلحت میبینه که حتما آثار هنریش سرشار از امید کنه. این دقیقاً صحبتی که من، یعنی از صحبت شما دریافت کردم. میخواستم ببینم این مصلحت اندیشی توی اون خلق آثار هنری باعث تنزل کیفیت اثر هنری نمیشه؟ این یک موضوع. و یه موضوع دیگه هم این که حالا به نظر من، حالا اون چیزی که تا الان برداشت کردم، هنر اعتراضی تا یه حدودی، تا حدود زیادی خودآگاهانه هست، یعنی صرفاً از غلیان، حالا درست احساسات درون یک قدرت، یک قدرت پشتوانه هست، اما اول اون عقل میاد و بعد اون احساس پلش میده. این باز، این تعقلگرایی باز باعث تنزل نمیشه. و اینکه ما از یه طرف شما فرمودید یه تعهدی داریم برای اعلام یه هدف، من این صحبت رو در ادامه صحبت آقای سبزیان میکنم. گاهی وقتا هنرمند خودش رو مقید نمیدونه که بخواد هنرش رو توضیح بده، شفاف بکنه، یعنی میگه هر چیزی که مخاطب دریافت میکنه. اما اگر بخوایم به هنر اعتراضی از جانب حالا در واقع اون خودآگاهی و آگاهی رسانی بخوایم برخورد بکنیم، خود به خود پشت سرش باید یه سری شفاف سازی ها هم انجام بشه، یه سری توضیحات هم باید انجام بشه. باز با این توضیحات، این که حالا من منظورم از این اثر هنری چی بوده، چه چیزی رو میخواستم به مخاطب برسونم، با این موضوع، حالا باز نظر شما رو میخواستم راجع به این موضوع هم بدونم. مرسی. من فقط یکی دو که اشاره کنم، چون چند تا سوال شد. من ببخشید، من میبندم تصویر رو به خاطر اینکه هی سرفه میکنم، برای اینکه وسط صحبت شما شنیده نشه، عذر میخوام. من نکته که میام، حالا اگر چیزی یادم رفت، اول مصلحت اندیشی بود، ببخشید. آره، اول در مصلحت اندیشی، ببینید، من شاید مصلحت اندیشی کلمه مناسبی نباشه، شاید خوب مگه به کار بردم، خوب به کار نبردمش. منظور من در واقع اینه که بیام همون چیزی که شما گفتید، اون تعقل گرایی و جاهایی جانشین احساساتم بکنم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من احساساتم میگه که الان از این مرگ غمگینم، بسیار غمگینم، اما عقل من میگه که آقا اگر فقط غم رو تو در شعر تصویر بکنی، خب این برای جامعت مفید نیست، این برای مردم مفید نیست، و تو نیاز داری یه اثر هنری دیگرگونه‌ای خلق کنی و این غم رو به شکل‌های تغییر بدی، که اینجا در واقع به قول شما بحث عقلانیت میشه، که حالا باعث تنزل میشه یا نه رو صحبت میکنم. اما من کاری که خودم کردم، واقعا کاری که، چون من خودم نمیتونم سانسور کنم، یعنی اصلا من از ایران خارج شدم برای اینکه حاضر نبودم خودم سانسور کنم. میدونین شما، سه بار من رفتم زندان، فقط هر سه بار هم نه به خاطر فعالیت سیاسیم، به خاطر شعرم، به خاطر داستانم، به خاطر ترانم. و نکته که وجود داشت، اعتقاد من این بود که من باید هر چیزی که درست میدونم
بنویسم تا تهشم برم و حالا منتشرم میکردم به صورت زیرزمینی PDF، حتی که میگم تو دهه 70 که خیلی اون زمان خیلی سخت بود واقعا، مثلا یک کتاب فرشته خودکشی کردند و به صورت زیرزمینی چاپ کردم، دستی رسوندم به شهرهای مختلف. الان خب مثلا من یه شعر ناامید دارم، یه شعر دارم بسیار تلخ، بسیار تلخ و دردناک، که توی خب یک شبی که بسیار میگم غلیان کرده بود احساسات و حالم بد بود واقعا. آدم خودمون بودیم دیگه، هممون فکر کنم اونا که اینجاییم تجربه اینو در این روزها لحظه های بد رو داشتیم. نوشتمش، من اینو خودم رو سانسور نکردم، کلمه به کلمه به اون چیزی که اعتقاد داشتم نوشتم، اما کاری که کردم در شبکه‌های مجازی منتشرش نکردم، در سوشال مدیا منتشرش نکردم، چون احساس کردم الان اینو اگه منتشر کنم خود مردم بالاخره زمینش رو دارن و یک غم و ناامیدی بزرگی بر مردم مستولی میشه. خب من حداقل مخاطبم، طرفدارم. پس یه مقدار توی این بخش به قول حالا معروف به شاید مثلا 4 ماه دیگه مثلا ارزش بکنم، یا مثلا من کتاب آماده چاپ داشتم، اسم کتاب جدیدم، خب این که اسم کتاب از 2 سال پیش تصمیم گرفته شده، کتاب شکل گرفته، ویرایش شده، اینا بود در ستایش ناامیدی. بعد خب کتاب قرار بود همین روزها چاپ بشه و من کتاب رو در واقع بلاک کردم، مسدود کردم و منتشر نکردم این روزها، به خاطر اینکه احساس کردم شاید کتاب در واقعا همش در ستایش ناامیدی نباشه و این یه در واقع مفهوم طعنه آمیزه، که بحث من اینه که خود ناامیدی اگر واقعی باشه، امید بیهوده، از امیدهای الکی دست برداریم و به یک ناامیدی که واقعی هست، عمیق هست، دست پیدا کنیم، میتونیم تصمیم‌های درست بگیریم. در واقع یه نقدیه بر اون افق رهایی بخشی که مثلا مذهب و و و به انسان‌ها نشون میدن و میگه از اون دست برداشتن. خب ولی من اسم این کتاب احساس کردم وقتی اسم کتاب هست در ستایش ناامیدی، جاش این روزها نیست که چاپ بشه، پس فعلا چاپش رو متوقف کردم. یعنی من میگم هنرمند میتونه بنویسه اما خب منتشر نکنه در زمان دیگه، نه اینکه اصلا منتشر نکنه، در زمانی که شرایط بهتری برای انتشارش وجود داره منتشر کنه. بخش دیگه که اون امید رو دیدن، بالاخره اون امیدها وجود داره، من دروغ نمیگم به مخاطبم، یعنی اگه اون جایی بد بود، اون جایی به نظر من شعر دچار تنزل میشد، که من بیام امید رو تزریق کنم به شعر، یعنی در شعر من واقعا فضا هیچ امیدی وجود نداره، مثل خیلی که به قول من جو میدن، جو علکی میدن، جو بخوام بدم، ولی ما صحنه های امید بخش، اتفاقات امید بخش هم کم نداریم، ما زیبایی ها رو هم در کنار زشتی ها کم نداشتیم، فقط من حالا همیشه سعی میکنم رنج ها رو و تلخی ها رو تصویر کنم، چون میگم زیبایی رو که خود مخاطب میبینه و لذتش رو میبره، رنجه که اون به قول معروف ریشه هنره. اما حالا این روزها میگم نه، اون زیبایی ها رو هم به شعرم اضافه میکنم. نکته بعدی که شما فرمودید که آیا حالا این در واقع عمل خودآگاه، این خودآگاهه، واقعا خودآگاهه که من اضافه کردم، آیا باعث تنزل اثر ادبی میشه؟ اگر هنرمند واقعا هنرمند قوی نباشه، بله میشه. یعنی ما هنرمندایی که آماتورن، هنرمندایی که در مسیر حرفه‌ای شدنن، تا اونجایی که از زمین ناخودآگاه میاد، از درون در واقع به قول من میجوشه، حالا از در واقع از درون که نمیشه، از زمین ناخودآگاه میاد به خودآگاه و اثر هنری شکل میگیره، معمولا سطرهای خوبی می نویسن. جایی که میخوان خودآگاه اون رو حالا جمع کنن، کنترل کنن، معمولا شعر افت میکنه، داستان افت میکنه. خیلی از من بچهای جوون رو برمیخورم، یعنی یه بیت خیلی زیبا نوشتیم اما نمیتونیم ادامش بدیم، ادامش دادیم خیلی خوب نشده. اما هنرمند بزرگ میتونه جوری خودآگاهانه بنویسه که شما اصلا متوجه نشید. یعنی بسیاری از آثاری که مثلا من شاعر بزرگ سرزمین رو مثال میزنم، حسین منزوی، خب حسین منزوی بسیاری از آثار عاشقانش رو
که ما باش گریه ها کردیم، بغض ها کردیم، بیت به بیت نشسته در اوج قدرت ساخته. حتی مثلا شاید اون روزها خیلی هم مثلا حالش بد نبوده، اما از اون غم نوشته، اما جوری در واقع به قول من این پای ریزی رو کرده و مهارت داره در بکارگیری کلمات که منی که میبینم، منی که میخونم نمیتونم این تفاوت رو تشخیص بدم. قبول دارم سخته، قبول دارم بعضی جا من خودم اگر بخوام بهترین آثارم رو نام ببرم، آثاری نیست که مثلا ترانه هایی نیست که این روزها روی ملودی های حماسی می نویسم و قصدم در واقع اون حس شور و انگیزش در میان مردم. واقعا میتونم اینها رو به عنوان کارهای متوسط زندگی نام ببرم، چون هدف دیگه یه دنبال میکنم، هدفم خلق شاهکار نیست. ولی مثلا یه کار تلخی که مثلا سالها پیش نوشتم، مثلا 18 تیر بی سرانجامی توی سیگار بهمنت باشد، اون کار در واقع خب به نظر من کار خیلی قدرتمندتریه، اما خب غمگینه. اما اگر امروز اون کار منتشر بشه، اون 18 تیر بی سرانجام به مخاطب ناامیدی میده. من با حرف شما موافقم، اما میگم میتونه هنرمند با تلاش، با کوشش جوری بر کلام مسلط بشه که فقط خودش این ایرادو بفهمه، مخاطب متوجه نشه. یه نکته دیگه هم عرض کنم خدمتتون، ببخشید زیاده از حد، اینه که ما در واقع جریان‌های مختلف هنری هم داریم. مثلا وقتی شما یک اثر سورال خلق می‌کنید، یه اثر رئال جادویی مثلا خلق می‌کنید، وچه ناخودآگاه، وچه در واقع اون زمین ناخودآگاه خیلی توش فعال‌تره، خیلی بیشتر به چشم می‌خوره. اما شما مثلا یه اثر رئالیستی دارید، نورالیستی دارید خلق می‌کنید، اینجا در واقع ضمیر خودآگاه فعال‌تر میشه. یه اثر ناتورالیستی داری خلق می‌کنی، ضمیر خودآگاه فعال میشه، چون در واقع یه خودآگاهیه که کاملا میخواد دونه به دونه تصویر کنه، روابط رو تصویر کنه، کاملا تصمیم میگیره که کجا کات بزنه، کجا چی کنه. میخوام بگم اون مکتب ادبی، جریان ادبی هم که توش کار می‌کنیم تأثیر داره روی اینکه چه مقدار بخوایم از ضمیر خودآگاه یا ناخودآگاه استفاده کنیم. ممنون. حالا سوال سوم من موند، حالا من اجازه میخوام اول آقای سبزیان بپرسم، بعد من دوباره سوال سومم رو من عوض میخوام. نه خواهش میکنم، چون من زیاد صحبت کردم، من عوض میخوام. آقای سبزیان در خدمت شما هست. درود مجدد. من قبل از هر چیزی یه خبری الان رسید از خود نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، حالا من تو چتم گذاشتم بگم، حالا دوستان که حتی چتا نتونستن بخونن، این که با قطعنامه برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌الملل در خصوص رسیدگی به جنایت‌های چند ماه اخیر جمهوری اسلامی، برای اکثریت اعضای این شورا به تصویب رسید و این خودش همون همبستگی است. این همون که میگفتن بریم برلین چی بشه، این همون نمیدونم شعر بگیم مثلا سیاسی باشه که چی بشه، اینا چه میشه هاست. این اگه یکی بهتون گفت که چی بشه، واقعا بیاد اینو همینو نشونش بدید. و این مورد من صحبتی که خانم دیجان فرمودن، اولا صحبت آقای موسوی من اینجا بنویسم چون یادم میاد، شما فرمایید چطور میشه کسی بیاد شعر عاشقانه بنویسه وقتی میبینه هموطنش، وقتی شما نمیتونید، کسی نمیتونه، این نشونه که شما انسانی، این نشان از انسانیت شما داره. ولی وقتی کسی واقعا نمیفهمه، واقعا درک من خارجه، من نمیفهمم واقعا چطور ممکنه مثلا یکی ببینه مثلا هموطنش نه، چون یه انسان دیگر یه جا دیگه وقتی دارن تحقیر میکنن، میکشن و دیده میشه، اصلا بعد میریزی به هم، تو هم انسانی، میتونه برای تو هم اتفاق بیفته. و نظر من چون بحث آزاده، زمان نظرات خودم همیشه ارائه میدم و میگم، چون اصلا نظر من، شما مثلا یه هنرمند بگید که بدون احساس باشه، اصلا هنرمند بی احساس داریم و هنرمندی که اصلا احساس نداشته باشه، اصلا به نظر من هنر با احساس و منطقه که عجین شده، حالا میخواد شعر بگه، میخواد حالا هر کاری بکنه. و صحبته خانم دژم من یه مورد رو بگم، این که حالا گفتن نقاشی یا هر چیزی میتونه آدم بکشه ولی خب بک‌گراندی داشته باشه، من سبزیان، یعنی کار من به هیچ شاعری هنرمندی ندارم، من حتی حاضرم مثلا تحقیر بشم، حتی بگم آقا خواهشم بیا اینجا، بیا آلمانی بگم آقا اینو من بیام برات بگم ببینم وضعیت چیه. چرا؟
که یه نفر حتی تحقیر نشه تو کشور من، آسیب و کشته شدن اصلا پیشکش. چرا؟ چون من میبینم، من نمیتونم، من نمیگم حالا مثل منم واقعا خواب و خوراک ندارم، منم اعصاب ندارم، منم روانم ریخته به هم، من اصلا حالم خوب نیست، همه حالمون خوب نیست. یه جاهایی باید اون بهانه رو بدیم، یه جاهایی باید برم من به اون یقه آلمانیه رو بگیرم، بگم آقا بیا اینجا ببین چه خبره، بیا از حکومتت بخوا. من انقدر میذارم استوری، انقدر استوری میذارم. من یکی رفقای انگلیسی من گفت من بیا ببین اینا، که من ایمیل زدم به خود پارلمانم بیا نگاه کن فلان اینا. پس من بعدم ازش خواستم، گفتم کمه، بیشتر یه کاری بکن. حتی من حالا نمیگم حالا که یه سری کلمات شاید شایسته نباشه، به نظر من یه جاهایی باید بخوایم، حتی اگر تأخیر بشیم. من میگم، من شاید میگن نه، ولی من نمیتونم، من حاضرم تأخیر بشم، سبزیان میگم، حالا کسی به کاری به هیچ کی ندارم، خودم حاضرم تأخیر بشم ولی آسیبی نرسه به هموطنم، نبینم یکی داره واقعا تیر میخوره، بچه‌هایی که دارن دونه دونه کشته میشن. واقعا چطور ممکنه آدم ببینه و سکوت کنه؟ چطور میتونه ببینه و مثلا شعر عاشقانه بگه؟ شعر عاشقانه مثلا واسه کی میخواد بگه؟ مثلا یکی رفت با یکی عاشقانه چیکار کنه؟ مثلا مهم نیست، شما بگو. شما نمیگم، منظورم اون شخصه، خانم که مثال زدم. و همین واقعا، واقعا نظر من، حالا باز نظرها مختلفه به نظر من، و حتی اون بک‌گراند هم میتونی شما بیای توضیح بدی، بیای توضیح بدی آقا در مورد چیه. شما بیا انگلیسیشو بگو، نمیخواد مثلا فرانسهشو بگی، نمیخواد سوئدیشو بگی، نمیدونم بیا آلمانیشو بگو، اما انگلیسیشو بگو. همه دیگه اروپایی اکثرا انگلیسیو بلدن. البته باز این نظر من. مرسی آیه سبزیان. اتفاقا حالا سوال سومم باز تقریبا داشت به همین موضوع برمیگشت آیه موسوی، اینکه حالا باز تا یه حدودی شما جواب سوالم رو تا یه حدودی دادید، اون هم اینکه حالا من سوالم دوباره تکرار میکنم، اون هم اینکه حالا ما چون هنر اعتراضی و بیشتر سمت تعقل‌گرایی هست، خب خیلی وقتا یه منظور خاصی رو میخوایم برسونیم و بعد اون منظور توی اون اثر شاید به اون شفافیت ظهور نکنه، جلوه نکنه. بعد آیا اصلا کلن کار درستیه، کار قشنگیه که هنرمند بعدش بخواد بیا توضیح بده، شفافیت ایجاد بکنه، بگه نه من منظورم این بوده، حالا نه که نه منظورم این بوده، مثلا گاهی وقتا مخاطب میاد میپرسه، میگه خب حالا منظور شما چی بوده؟ خیلی وقتا شما یه اثر هنری، مثلا بقول شما یه اثر سورئال میذارید و نمیان بگید منظورتون چیه، بگید هر چیزی که دریافت میکنید، هر حسی رو که دریافت میکنید. اما توی این هنر اعتراضی این شفاف سازی جایگاهی داره یا خیر؟ مرسی. من اصلا سوالتون رو متوجه نشده بودم، شاید خوب جواب ندم. ببینید، من فکر کنم دو تا بخش داره. من خودم هیچ وقت شعرم رو شفاف سازی نمی کنم، یعنی به قول معروف آویزون شعرم نمیشم بخوام توضیح بدم، چون احساس میکنم اگر شاعر خوبیم باید شعرم این کار رو انجام بده، باید شعرم بتونه به مخاطب اون احساس، حالا شاید معنی نمیدونم بیت به بیت رو منتقل نکنه، بالاخره شعر پیچیده است، مجاز استعاره است، بالاخره پیچیده است، ولی مفهوم کلی، یعنی وقتی شعر رو تموم کرد، حالا بگیم این مصرع یعنی چی، نتونه دقیقا اون چیزی که مد نظر من رو بگه، ولی اون برداشت کلیش از اثر باید بالاخره من با اون کلیدهایی که در اثرم دادم بتونه متوجه بشه. این بیان منه، من هیچ وقت خودم توضیح نمیدم. اگر شعر نمیتونه برسونه، این ضعف منه، یعنی اصلا شعر ناتوانه، مگه حالا یه موقعی هست مثلا 9 نفر توی جمع میفهمن، 1 نفر متوجه نشده، حالا اون مثلا ایراد از شعر نیست، ممکنه اون 1 نفر با اون ژانر شعری آشنا نیست، اصلا با اون کلیدها، مثلا با اون مثلا پیش زمینه و پس زمینه هایی که وجود داره در مورد اون شعر مثلا آشنا نیست. مثال میزنم آقا، شاید مثلا الان من یه شعری گفته باشم در مورد سلول انفرادی باشه، شاید سلول انفرادی که تو ذهن یه نروژیه کاملا متفاوت باشه با سلول انفرادی که ما میشناسیم، و به خاطر همین درک نکنه. بعد بوده ها، نه تنها شعر، من سخنرانی کردم، صحبت کردم، بعد مثلا کسی اومده نروژی سوال کرده که آقا خب چرا با وکیلتون مثلا اینا رو در میون نذاشتید،
بعد مثلا گفتم بابا وکیل چیه، بابا منو در خونمو دزدیدن، منو شکوندن، دزدیدن، بردن، بعد مثلا چرا نمیدونم فلان نکردی، دیدین؟ یعنی اصلا تو تصورش نمی گنجیده که من مثلا بیان یه آدم رو بدزدن، اجازه تلفن بهش ندن، با چشمن باشه همیشه و بعد تروریست هم نباشه، هیچ کار خاصی هم نکرده باشه. خب این دیگه تقصیر شهر نیست، اینجا دیگه یه تفاوت هایی هست که حتی ممکنه تو با یه هموطنت هم یه جای جهان داشته باشی. اما من میگم شهر باید خودش رسا باشه، باید برسونه. اگر هم نمیرسونه من توضیح نمیدم. اما یه وقتی هست که استثناء داره، بعضی موقع سوء تفاهم ایجاد میشه. یعنی من یه مفهومی رو در شعرم نشون دادم، بالاخره مخاطب دوچار کجتابی شده، مخاطب دوچار در واقع مثلا برعکس اون معنی رو اعاده کرده از شعر من، مثلا احساس کرده که این مثلا شعر در مثلا تأیید فلان اندیشه است، در صورتی که من حذف کردم اون اندیشه رو، من به تمسخر گرفتم اون اندیشه رو. و اگر دارم مثلا من نمون مثال بزنم شعری رو، من شعری دارم به نام دشمن، بعد مثلا این از زبون یه دیکتاتوریه که صحبت میکنه میگه دشمن فلان، دشمن اینجوری، دشمن اونجوری، و تا آخر شعر همین شکلیه و تمام و به صورت هجوامیزی هر چیزی، حتی چیزای مسخره پیش پا افتاده زندگی رو با کلمه دشمن توضیح میده. خب یه مخاطبی اومده برای من نوشته بود که مثلا آقای موسوی از شما انتظار نمیره که مثل خامنه ای مثلا بیایید همه چیز رو دشمن ببینید و با دشمن توصیف کنید. خب من حالا مثلا اینجا دیگه خب اومدم برای اون دوست از اشتباه در آوردم، گفتم دوست دارم اینجا مثلا این علامت تعجب رو نمیبینید جلوی مثلا که من اینجا به تمسخر گرفتم، حذف کردم، اتفاقا دقیقاً یک وضعیت تقلید از طرز صحبت همین ایشون هست مثلا شعر من. حالا این یه مورد استثناست، ولی واقعا من خودم شعر رو توضیح نمیدم. شعر رو آخه شما ببینید، در گذشته هم شاعران بزرگ ما حتی به قیمت‌های بزرگی شعرشون رو توضیح ندادن. شما این حافظ شاعر بزرگ ما، خب شعرهای منتقدانه و شعرهای رندانه زیادی داره. این آدم حتی میخواستن از خاک کردنش در قبرستون مسلمان‌ها جلوگیری کنن، یعنی انقدر در واقع شعراش دوچار کجتابی میشده و بحث و حدیث راجبش بوده، ولی هیچ وقت نیومده به قول من خوش تبرئه کنه، بگه آقا شعر من به این معنیه، من فلان موضوع داشتم، ساقی نماد فلانه، فلان نماد فلانه. منم این کارو نمی کنم. اما حالا خب ممکنه به قول شما، میگم بالاخره اون وجه رو هم داره، اون اثری که باید داشته باشه برای عوام ممکنه در جایی کاهش پیدا کنه. شاید اگه شعرم رو توضیح بدم، مخاطبی که خیلی عامه، مخاطبی که اصلا با ادبیات بیگانه است، شعر رو بهتر بفهمه، لذت بیشتری ببره. اما یه دوستانی که مثلا مثل شما که توی این جمع حاضرن و میدونم ادبیات و شعر رو به صورت حالا جدی دنبال میکنن، علاقه دارن، اونا ناراحت بشن، بگن آقا ما این چیزی که تو توضیح دادی خودمون دوست داشتیم از شعر بفهمیم. مثل یه لقمه‌ایه که مثلا الان خود شما مثلا یه لقمه پیتزایی من بدم بخورید، من اینو بجوم بدم به شما، اصلا یه حالت تهوع‌آور ایجاد میکنه و دیگه دوست ندارید بخورید. دیگه این تفاوت هاست دیگه، واقعا سلیقه ها متفاوته، واقعا هیچ جوری نمیشه همه سلیقه ها رو اقناع کرد. یعنی این اون دور از جون شما، این اون پدر و پسر و اون الاغن که هر کدوم سوار میشدن، پیاده میشدن، هر جوری سوار میشدن، مردم یه حرفی میزدن، آخر الاغن از بالای پل پرت کردن تو رودخونه. چون واقعا شما هر نوعی شعر بگید، هر کاری بکنید، بالاخره یه منتقدایی داره. شما مثلا شاملو شاعر بزرگ ماست، من بوده درباره شاملو متن نوشتم، 10 نفر 12 نفر اومدن پایینش معترض شدن، گفتن اصلا شاملو که شاعر نیست، شعری که وزن نداشته باشه شعر نیست. از اون ور مثلا اومدم درباره سعدی نوشتم، یه عده معترض بودن، درباره سهراب نوشتم، یه عده معترض بودم. شما هر کاری کنید بالاخره منتقد وجود داره. مرسی، ممنونم. آقای موسوی، حالا من دوباره برمیگردم به بحث هنر اعتراضی. این که به نظر شما، حالا من کلن شاید 3 دسته تقسیم کرده باشم هنرمندانو توی این هیته،
حالا دوست داشتم نظر شما رو هم بدونم. یکی با هنرمندایی که حالا به خاصه راجع به ایران، فعلا راجع به ایران، یکی هنرمندانی که در حال حاضر توی ایران هستن و به نام هستن و مجبورن به خاطر شرایط سانسور کنن. حالا در حال حاضر این اواخر که دیگه واقعا اصلا کلا سانسوری در کار نیست، اصلا کلا نباید حرف بزن، هر حرفی زده بشه خود به خود این برداشت میشه که از انقلاب داره حمایت میشه. یک دسته دیگه از هنرمندا رو هنرمندای خارج نشین میدونم که خب به هر حال بر اساس اون شنیده ها و دیده هایی که نسبت به ایران دارن میان اون اثر هنری رو خلق. و یه گروه سومی هم هنرمندان زیرزمینی میدونم توی ایران که به نام نیستن اما به هر حال اون طبع هنری رو دارن و به خاطر اون زیرزمینی بودنشون اون سانسور رو هم توی آثارشون اعمال نمی‌کنه. من اینجا دقیقا حالا توی راجع به گروه اول و دوم، هنرمندان به نام داخلی و هنرمندان خارجی، همیشه به یه تناقض می‌خورم. و اون تناقض چیه؟ اون هنرمند داخلی مجبور سانسور کنه، هنرمند خارجی توی محیط نیست که دقیقا کامل اون حال و هوا رو حس بکنه و در نتیجه اون هنر اعتراضی توی حالت اوجش خودش رو نشون نمیده و حتی همون هنرمند زیرزمینی هم به خاطر اون خب معمولا تجربیات کمتری دارن هنرمندان زیرزمینی به خاطر اینکه توی اون عرصه نبودن و اون چطور بگم اون عرصه برایشون میسر نبوده که بخوان کامل خودشون رو نشون بدن. اونها هم باز تا یه حدودی تجربه کمتری دارن. من میخواستم اینو بپرسم، آیا واقعا اینجور که من فکر میکنم درست هست یا نه؟ هیچ وقت اون هنر اعتراضی اون حالت اوجش رو نمیتونه خودش رو نشون بده، مگر اینکه مثلا حالا فکر کنم شما سال 96 یا 95 از ایران خارج شدید، مثلا اون موقع دقیقاً تو حال و هوا بودید، توی حال و هوای ایران بودید، کامل درک میکردید، بعد اومدید خارج از ایران، نروژ، و تونستید دقیقا همون چیزی که توی ایران بود و به منصه حضور ظهور برسونید. و اون موقع به نظر من شاید مثلا اوج اون اثر بوده باشه. من میخواستم نظرتون راجع به این مسئله بدونم. مرسی. من ببین، من واقعا موافقم که هر جایی که باشی، هر وضعیتی که داشته باشی، یه ضعفایی داره یه قوتایی داره. یعنی شرایط ایدئال اصلا غیر ممکنه. یعنی ببینید مثلا شما وقتی به قول شما تو ایرانی سانسور میشید، یعنی و نمیذارن اون شعرهایی که میخوان. من بسیار از کتاب شعرهای کتاب دلقک بازی جلوی جوخه اعدام من که توی نروژ به چاپ رسید، سالهای سال مربوط دهه 70-80 بود و سالهای سال خاک خورده بود و چاپ نشد و بسیاری از شعرهای من برای همیشه نابود شد. یعنی زمانی که من سال 92 دفعه دوم دستگیر شدم و تمام هاردا لپتاپ من و وسایل منو بردن، خب دیگه لپتاپ منو و هاردای منو سوخته به من تحویل دادن و هیچ وقت دیگه، بعد تمام نسخه‌های دستنویس، هر ایمیلام، هر جایی که بکاپی از اینم داشتم از بین رفت و بخشی از هنر من، بخشی از زحمات من، مثلا حدود 10 سال زندگی من برای همیشه نابود شد. و طبیعتاً یعنی میخوام بگم تو ایران با چنین دشواری‌هایی روبرو هستی، با چنین سانسور گسترده‌ای که نه تنها برای انتشار وجود داره، حتی تو خونت وقتی نشستی و منتشر نمی‌کنی هم می‌ترسی هر لحظه که من این کلمه رو بنویسم نکنه الان درو بشکنن وارد بشن. و همین که من خیلی از موارد جرمم که حالا به زندان محکوم شدم، شعرهایی نبود که منتشر شدن، شعرهایی بود که مثلا روی کاغذ نوشته بودم و در گوشه خونم بود و هیچ وقت مونده، یا شعری بود که حتی پاک کرده بودم از لپتاپم، با ریکاوری برگردونده بودن و این به عنوان جرم من تلقی شد. خب یعنی شما حتی اندیشتون هم مورد سانسور قرار میگیره. برای همین خب اون ترسه وجود داره، اون خود سانسوریه.
من خیلی جنگیدم باش که هیچ وقت نترسم، خود سانسوری نکنم. فکر میکردم موفقم، اما نمیدونم واقعا چقدر موفق بودم، چون همیشه آدم اون اتفاقی که براش میفته خودآگاه نیست، گاهی در عمیقترین ذرات ناخودآگاهشه. و بعد خب آثاری که منتشر میشه، یعنی من ببینید مثلا تو کتاب دلقک بازی جلوی جوخه اعدام مجبور شدم یه سری از شعرهایی که در ایران حتی چاپ شده بود از من رو دوباره چاپ کنم، چون ناشر چاپ کرده بود یه بیت سانسور، دو بیت سانسور، بخشی از شعر رو سانسور کرده بود و شعر اصلا به قول معروف شیر بیال و دم و اشکم شده بود و اصلا فایده نداشت، من مجبور شدم دوباره چاپش کنم. خب این مشکل معضلیه که در ایران وجود داره. از ولی خوبیش چیه؟ شما زبان فارسی شبانه روز سر کار داری، تسلط کامل به لحنا داری، رنج‌ها و دردهای مردم رو از نزدیک حس می‌کنی، قشرهای مختلف جامعه رو می‌بینی، زندگی روز مردم، اسلنگ‌ها، اصطلاح‌های روزمره که جدید نسل نوجوان تینیجر میارن و باش آشنا میشید و در واقع شما در ایران که زندگی میکنید یک عالم خوبی داره. جمهوری اسلامی هم هست که برای هزاران خوبی کافیه که همه رو خونسا کنه، اونم هست. خب و اون و خب میگم که به همون راحتی من کلی شعر گفتم که از همون جامعه بر اومده ولی همش جمهوری اسلامی از بین برده و هیچ نسخه ای ازشون دیگه وجود نداره. حتی رمان من، رمان گفتگو در تهران رو به صورت کامل همه نسخه هاشو در ایران از بین برده بود که و من برای همیشه از دست دادمش. تو زمانی که تو ترکیه بودم، پناهنده بودم، اونجا یه دوستی 50 صفحه اول این رو که من براش فرستاده بودم و نظرش رو خواسته بودم برای من فرستاد و گفت من 50 صفحه رو دارم از رمانت، شاید یادگاری خوبیه مثلا داشته باشه اون رمانی که از بین بردن. و من دوباره نشستم از اول اون رمان رو نوشتم، یه رمان رو دوباره، البته تغییر کرد چون با توجه به تجربه‌ای که از زندان داشتم، از انفرادی داشتم، خیلی جاهاشو تونستم ملموس‌تر، شاید حتی بهتر بنویسم از دیدگاه خودم. ولی خب خیلی تلخ بود دیگه، شما یک سال زندگی تو بشینی یه رمان بنویسی، بعد اون یک سال زندگی تو مچاله کنی بندازی سلاشقال، دوباره باز همون یک سال همونو بنویسی. و این خب مشکلات ایرانه. خارج از کشور همونجور که فرمودید، میگم من در تکمیل صحبتاتون دارم میگم، یعنی حرف جدید ندارم واقعا اضافه کنم. در خارج از کشور من دارم میجنگم که زبان فارسیم رو حفظ کنم، چون فقط صحبت کردن فارسی کافی نیست، یک شاعر و نویسنده باید تسلط اعلا به زبان داشته باشه، باید هر کلمه‌ای که فکر میکنه ده ها کلمه مترادف تو ذهنش باشه، باید به لحن‌های مختلف وارد باشه. مثلا اگه تو داستان من، تو رمان من 20 تا شخصیت دارن، هیچ کدوم از این 20 تا نباید مثل اون یکی صحبت کنن، هر کدوم باید لحن خودشون رو داشته باشن. و خب این برای کسی که خارج زندگی میکنه و در حال فراگیری زبان جدید، فرهنگ جدید و بعد داره سعی میکنه خودش رو تو جامعه جدید جا بندازه، شبانه روز اصلا زبان فارسی نمیشنوه، یعنی مثلا ممکنه 3 ماه 2 ماه به غیر از تلویزیون ها شبکه ما صدای من قطع شده بود فکر کنم. آره اون فارسی روز فکر کنم در واقع میوت شده بود، در واقع اون شبکه‌های فقط شبکه‌های ماهواره‌ای رو میشنوه، که اون شبکه‌های ماهواره‌ای هم که خب فارسیشون یه فارسی به قول معروف کتابیه، فارسی خبریه و اون فارسی نیست که مثلا نوجوان داره با دوستش تو کوچه‌های نازی‌آباد صحبت می‌کنه و من بعد بیارم تو اثرم استفاده کنم توی داستان، مخصوصا داستان نویسی. خب این معضلات تو خارج از کشور هم وجود داره. و یه معضل دیگه که البته برای همه اتفاق نیفتاده، برای بعضی از هنرمندا اتفاق میفته، دور شدن از دردهای جامعه است، دور شدن از اون دغدغه های مردمه و انقدر غرق زندگی جدیدت میشی. و من هنرمند مقصر نمیدونم دوستان، وقتی مثلا مرحوم معروفی وقتی زندگی نامش رو میخونید، حالا عزیز ما بودن، که چه تلخی های تجربه کردن، که تو خوشویی کار میکردن، تو فلان کار کردن، چه تلخی هایی برای گذران زندگی، برای یه لقمه نون. خب شما تو انتظار نباید از این هنرمند باشه که هنرمندی که
برای میگم نیازهای اولیه زندگیش داره می جنگت غربت. خب این هنرمند بشینه الان مثلا دونه دونه با مردم ایران تماس بگیره، رنجهای خودش رو شعر میکنه، رنجهای خودش شعراش میشه بیشتر شعرهای غربت، تبعید، مثل خیلی ترانه سرایانمون که خیلی ترانه هاشون در این رابطه شد. خب و بعد اون آدمی که تو ایرانه خب تجربه غربت و تبعید نداره، احساس میکنه اوه چقدر این شعر ترانه از من دوره، چه این اصلا من الان دغدغه غربت و تبعید ندارم، الان دغدغه مثلا فلان چیز رو دارم، تو چرا انقدر از من دوری؟ جفتشون حق دارن ها، هیچ کدوم مقصر نیستن، این همش هم تقصیر جمهوری اسلامیه، یعنی اول تا آخرش تقصیر جمهوری اسلامیه. و یه چیزی ولی هست، اینو نباید فراموش کنیم، یه تغییر صورت گرفته. ما واقعا شما الان منو مثال زدیم، من نوعی رو مثال بزنیم، تمام من سال 94 از ایران فرار کردم، واقعا منی که سال 94 فرار کردم با بچه‌ای که دهه 60 فرار کردن خیلی فرق داریم. اون هم اینترنته، اون هم ماهواره است. الان من دارم با شما صحبت میکنم، شما هر کدومتون توی که من میدونم الان یکی دو تا از بچه ایران الان تو جمع ما هستن، مثلا اومدن حالا فکر کنم پرتم شدن بیرون اینا، ولی اومدن داخل در واقع چند دقیقه بودن، حالا با این فیلتر شکن به سختی، یا مثلا الان بچه‌ها ممکن سوئد باشن، یه کشور همسایه من، خب من نروژ زندگی میکنم و این فاصله وجود داشته باشه، اما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، اما ما ایرانی‌ها هم دیگه رو پیدا کردیم. مقایسه میکنم با مثلا فامیلای ما که دهه 60 مثلا مجبور شده بودن از ایران فرار کنن، ماهی یک بار با اون گرونی مثلا تلفن همسایه ما رو که تلفن داشت زنگ می‌زدن، همسایه میومد ما رو صدا می‌کرد، ما میومدیم گوشی رو برمی‌داشتیم، مثلا میگفت سلام چطوری، مرسی ممنون، احمد آقا خوبه، ممنون مرسی خوبه، فلانی خوبه، نه فلانی فوت کرده، فلانی خوب، و بعد خدافظ دیگه پولم داره تموم میشه فلان اینا. یعنی میخوام بگم اون، حالا اونا هنرمند نبودن، ولی میخوام بگم اون آدم از ایران جدا میافتاد، از زبان جدا میافتاد، نمیتونست واقعا، یعنی رنجش ده تا برابر بود. اما من اینکه اینستاگرام میرم از کوچکترین روستاهای ایران دایرکت دریافت میکنم، واتساپ هست، تلگرام هست، نمیدونم فیسبوک هست، بالاخره یعنی اگه کسی بخواد دنبالش باشه مطمئنا میتونه با مخاطبش ارتباط برقرار کنه. اگر کسی الان اومده بیرون و میگه اوه من اوه مای گاد آی کانت اسپیک فارسی، نمیدونم من مخاطبم و فلان اینا، این خودش خواسته، اونم مقصر نیست. خیلی از ما با تروما میایم بیرون، با آسیب هایی که تو زندان دیدیم، با آسیب هایی که موقع فرار دیدیم، با آسیب هایی که اصلا زندگی کردن تو ایران داره، یعنی همش که فقط در واقع زندگی کردن تو ایران مثلا زندان شدن نیست، همین یه خانوم که امنیت نداره از خونه بره تا سر کوچه برگرده، این آسیب دیگه، شغل وجود نداره و سربازی میگیره، سربازی وجود داره، قوانین نابرابر وجود داره، همه چی بده، همه اینا تروماست. خب اون آدم میاد بیرون و احساس میکنه آقا من نمیخوام با اون رنج های گذشته زندگی کنم، یه واکنش دفاعیه، گذشتهشو پاک میکنه، غرق جامعه جدیدش میشه، مجذوب جامعه جدیدش میشه، برای اینکه خودتون الان دارین زندگی میکنین، یه نبرد نابرابریه. من یه مقاله خوندم که در همون کشور سوئد اتفاقا نوشته شده بود که اگر شما اسم غیر سوئدی داشته باشی، شانس پیدا کردن کار برای شما کمتر از یک فردی که اسم سوئدی داره. خب این مقاله رو وقتی من خوندم، خب من تو نروژ هم اینو تجربه کردم که یعنی حقم دارن ها، وقتی اسم تو میخونن میگن خب احتمال داره این به زبان ما مسلط نباشه، مشکلات فرهنگی وجود داشته باشه و خیلی چیزهای دیگه، و خب این آدم داره میجنگه، طبیعیه که هنرش آسیب میبینه. من میگم این همه حرفای شما متینه، هنر آسیب میبینه، فضای مجازی خیلی کمک کرده که ما این آسیب ها رو کمتر کنیم، چه برای داخل ایران چه برای خارج از ایران. خارج از ایران رو گفتم، ماهواره ها، اینترنت و و و، داخل ایران همون چیزی که فرمودید، انتشار آثار به صورت زیرزمینی و مجازی. ببینید من دهه 70 که رفتم کتابم رو چاپ کردم،
خب خیلی بدبخت بودم واقعی. اگر حالا نمیتونم اسم اون دوست رو بیارم چون در ایرانه و براش مشکل ایجاد میشه، اگر یک دوستی نبود که واقعا سراپا بیاد کمک کنه، یک دوست هنرمند بزرگی، و این کتاب کمک کنه که ما با هم چاپ کنیم، کتاب من هیچ جوری نمیتونست. من خب تو توپخونه راه افتاده بودم دنبال یه چاپخونه ای که حاضر بشه کتاب زیرزمینی چاپ کنه، و بعد مثلا هیچ کسی رو میشناختم، نه دوستی داشتم، نه پول زیادی داشتم که مثلا پول گنده ای بدم راضیشون کنم. و بعد کتابا رو خب چاپ کردم، کتابا دستم بود. حالا خب کتاب در حالت عادی کتاب پخش میشه تو کتاب فروشی ها، ولی وقتی کتاب تو دستم من بعد چی کارش کنم کتاب زیرزمینی ها. اما الان اوضاع فرق کرده، اما الان شما میتونی پی دی اف چاپ کنی، پی دی اف رو میذاری تو صفحت، تو اینستاگرامت خبررسانی میکنی، تو فیسبوکت خبررسانی میکنی، تمام طرفدارات میان دانلود میکنن. یک دفعه میبینی که حالا دانلودش انقدر نبوده، ولی مثلا رمان من که پی دی افش رو گذاشتم در واقع از اون صفحه 2 میلیون بازدید شده. میگم دانلود نه، بازدید از صفحه، حالا ممکنه 1/10 1/100 دانلود کرده باشن. و خب این خیلی بازی رو عوض میکنه، خیلی تغییر شده. یعنی بچه های داخل ایران هم الان شما ببینید، مثلا من دوستایی که خود اسم نبرم چون ممکنه این پخش بشه براشون مشکل ایجاد بشه، ولی دوستایی که داخل ایران دارم و شعر اعتراضی کار میکنن و خب بازجویی هم میشن، دستگیر هم میشن، هر روز هم احضار میشن، ولی این افراد از صفحه های اینستاگرامشون دارن به عنوان یک رسانه استفاده میکنن. ما این رسانه رو نداشتیم اون زمان. یه بعدها تو اوایل دهه 80 وبلاگ نویسی ایجاد شد که یه تغییر و تحولی بود و کمک کرد یه رسانه‌ای که ما داشته باشیم. من میگم این اینترنت، چرا جمهوری اسلامی میخواد اینترنت رو ملی کنه؟ چون میدونه اینترنت هم به خارج نشین هم به داخل نشین کمک میکنه که در مقابل دیکتاتوری وایسن. خیلی ممنون، خیلی خیلی ممنون جناب آقای موسوی. با اینکه توی دوره نقاهتم هستید خیلی زحمت کشیدید و خیلی زیبا لطف کردید. حالا ببخشید بنده هم سوال زیاد پرسیدم. دیگه حالا با اجازهتون یه جلسه رو هم به پایان برسونیم که دیگه حالا به انتهای جلسه امروز رسیدیم. من عرض بکنم که یه توضیح کوتاه دوباره راجع به جلسه بدم، اینکه جلسه امروز به صورت هم‌اندیشی و تریبون آزاد بود با حضور مهمان ویژه‌مون جناب آقای دکتر سید مهدی موسوی. و موضوع جلسه هم حق اعتراض یا هنر اعتراضی بود. کوتاه دست اندرکاران رو خدمت رو معرفی میکنم. مسئول جلسه خودم مصطفی منیری، ضبط صدا و ادمین ها آقای سعید پورمن، خانم ستاره دژم و خانم آیلار اسماعیلی. از همه حضار عزیز، از همه شرکت کنندگان عزیز تشکر میکنم که وقت گذاشتن، به خصوص آقای موسوی، ممنونم از ایشون، واقعا استفاده بردیم. شب و روزگار خوش. مرسی. ممنونم، شبتون